بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بی پایان بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهرش. سلام و عرض ادب و احترام و عصر بخیر محضر شما عزیزان جان. انشالله که حالتان خوب باشه و در صحت و سلامتی کامل باشین. عصرگاه روز دوشنبه شما بخیر و نیکی و انشالله که لباس عافیت و تندرستی به تن داشته باشید، لبخند به لبهایتان و ایمان در قلبهایتان، و امیدوار هستم با توکل به خداوند مهربان در لحظه لحظه زندگی شما عزیزان شادی و سرور جای داشته باشه. یک بار دیگر بیننده برنامه روی خط زندگی هستید، انشاءالله در لحظات پیش رو در کنار یک دیگر هستیم. سعی ما هم بر ایست که بتانم صحبتهای مفید و مطلوبی را در راستای موضوعی که امروز در نظر گرفتیم برای شما عزیزان تقدیم کنم. به برنامه روی خط زندگی خوش آمدید. خب دوستان عزیز و ارجمند، امروز مصادف است با روز جهانی محیط زیست و این روز بزرگ و ارزشمند در زندگی بشریت برای همه شما عزیزان گرامی باد عرض میکنم. حفاظت از محیط زیست یک تلاش است، تلاشی در پیمانه فردی یا سازمانی یا دولتی برای ای که بتانیم از آن چیزی که در محیط ماورای ما هست، در دور و بر ما هست، ازش حفاظت داشته باشیم. با پیشرفت زندگی بشر و تکنولوژی در زندگی و ای که دنیای ما یک مقداری به سمت مدرنیته گام برداشته، حفاظت از محیط زیست هم یک مقداری کمرنگتر شده و متاسفانه از ناحیه انسانها بر پیکر محیط زیست هم گاهی اوقات آسیب‌هایی وارد شده است. سرزمین زیبای ما افغانستان هم مملو است از محیط زیست و مناظر دیدنی که میتونه روح انسان یک بار دیگر به آرامی و آسایش برسانه. بر ماست که بدانیم نکاتی هست در پیوند با محیط زیست که باید توجه داشته باشیم تا همه ما به ویژه نسل آیندگان که فرزندانمان هست در امر حفاظت از محیط زیست خود کوشا باشیم و این موضوع مهمه با اونا هم یاد بدیم. در پیوند به این موضوع در رابطه با آگاهی که چگونه از محیط زیست خود بیشتر حفاظت داشته باشیم، ما آقای اچکزئی عزیز در کنار خود داریم. ایشان فعال محیط زیست هستن و لحظاتی به اتفاق ایشان پیرامون این موضوع صحبت خواهیم کرد. آقای اچکزئی سلام بر شما، بسیار خوش آمدید. بسیار تشکر. سلام با شما، سلام به تیم تکنیکی و بیننده های عزیز. تشکر، خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم و امروز روز جهانی حفاظت و مراقبت از محیط زیست است. خدا رو شکر میکنیم که افغانستان عزیز ما طبیعت و محیط زیستی داره که تقریبا میشه گفت دست نخورده است و دخالت بشری در او بسیار کم است و به حداقل است، و این به دلیل است که ما نگرشی نسبت جامعه و پرکاربرد نسبت به محیط زیست می‌دانیم و می‌دانیم که چقدر محیط زیست با زندگی یک انسان اهمیت داره و بقای انسان هم مشروط و منوط به بقای محیط زیست است. وضعیت محیط زیست در افغانستان شما چگونه بررسی می‌کنید؟ اول خود تشکر می‌کنم از تلویزیون دمدون و تمدن که چنین یک برنامه بسیار خوب و بسیار یک روز مهم گرفته، و میخوایم که به مناسبت روز جهانی محیط زیست به تمام بیننده ها خصوصا به شما تبریک بگویم و خدا کنه که این روز یک روز شوه که در محیط زیست ما یک کمی تغییر بیاید، یک کمی کار شوه، البته مردم بفهمه، به مردم آگاهی داده شوه، مردم بشناسه که محیط زیست چی است، مسئولیت ما در قبال محیط زیست چی است و ارزش محیط زیست در جهان چی هست، و خصوصا وقتی که نظر به سوال شما که کردن وضعیت کنونی فعلی محیط زیست که در افغانستان ما داریم، به این را چطور یک تغییر آورده میتونیم. این یک واقعیت است که محیط زیست افغانستان با چالش های مختلف و گوناگون روبرو هستند و وضعیت محیط زیست افغانستان فعلا در حالتی است که ما هر حالتی را که تشریح میکنیم بیخی ساعت ها وقت روز ها وقت میگیره که حتی امو ابعاد منفیشان تشریح میکنیم، ولی در مجموع اگر بگویم افغانستان یک جای بسیار مناسب، یک جای بسیار خوب برای محیط است، برای محیط زیست، برای محیط، و بسیار محیط بسیار خوب داره.
ولی در قسمت ما البته گفته میتونم که بگویم وضعیت افغانستان محیط زیستی فعلا که ما میبینم از جنرالی اگر بگویم عمومی خوب نیست، البته بگویم اگر خوب است ولی خوب نیست. البته اگر مقایسه بکنیم با جهان در حالتی که فعلا ما قرار داریم، در وضعیتی که فعلا ما شما کردیم و اگر مقایسه بکنیم که جهان چقدر تلاش میکنه که محیط خود را کنترل بکنه، میلیاردها دلار هر سال مصرف میشه که چقدر محیط خود را کنترل بکنن و خوب نگاه بکنن، ولی الحمدلله بازم افغانستان که چیز مصرف نمیشه، چیز نمیبینیم، هنوز خوب است، بد نیست. قناعتی وجود داره، یقیناتی وجود داره، بالکل دقیقاً. و ایجان یادها هستن فعلا که البته دم بخش محیط زیست کمی فهمیده شده، کمی معلومات داره فعلا. یعنی اگر ما شما بگویم که در 2005 سال 2005 محیط زیست به بار اول بود که در افغانستان تشریح شد، یعنی خیلی سالهای کمیشه که محیط زیست در افغانستان تشریح میشه. این یک موضوع کاملا جدید است که به افغانستان آمده. باز در یک قسمت بازم خوب هستن، خوب هستن، خوب است محیط زیست ما، خوب است و انشالله امید داریم که خوب شوه. بله تشکر. یک موضوعی که موجب نگرانی میشه عدم آگاهی مردم از ما نسبت به مقابله با محیط زیست است و باعث تاسفه که گاهی اوقات مردم توجهی به مراقبت و نگهداری از محیط زیست ندارن. یعنی به محض اینکه از محیط خانه خود دور میشن احساس میکنن که دیگر چیزی به ما ارتباط ندارن. متاسفانه کثافات در نواحی مختلف شهر گذاشته میشه و این باعث میشه که آلودگی زیست محیطی شکل بگیره. از مردم چه توقعی میره؟ به هر حال اگر مردم نسبت به محیط زیست توجه نداشته باشه، یک سازمانی به تنهایی هیچ کاری انجام داده نمیتونه. فکر میکنین که مسئولیت مردم در قبال نگهداری از محیط زیست ما ولو اگر یک درخت هم باشد چگونه هست؟ بسیار یک سوال مهم است و میخوایم که با این سوال یک کمی تشریحی بیایم. در سال 1973 سازمان ملل متحد بخش محیط زیست یا برنامه محیط زیست که یونپ میگه، اینا یک روز را مشخص کرد، روز به نام روز جهانی محیط زیست و هدف همین روزی بود که مردم ایرا سر جهان ایرا تجلیل بکنه و به مردم آگاهی برسانه و مردم بفهمه که مسئولیت ما در قبال محیط زیست چی است و چقدر ما مسئول هستیم. و این یک روز روز جهانی است که مشخص کردن و برنامه های مختلف در بخش آگاهی ما گرفته میشه و خوشبختانه که امروز در افغانستان هم تجلیل شده برنامه، هم بخش ما گرفته بودن، ما خودم یک برنامه گرفته بودم و تا که خبر شدم جاهای مختلف این برنامه گرفته شده بودن. ولی یک جای خوشی است که در افغانستان در چنین شرایط هم پیالن یعنی محیط زیست در نظر گرفته میشه و برنامه ها گرفته میشه و برنامه هایی که ما داشتیم و برنامه هایی که قبلا دایر شده و هدف روز جهانی محیط زیست همی است که مردم بفهمه که محیط چی است، محیط بشناسه. محیط خانه ما است. بله. محیط اتاقی که ما زندگی می کنیم امو اتاقی ما است. محیط اگر بیرون باشیم، اگر چهار طرف ما باشه، اگر بیرون خانه باشیم، کوچه باشیم، هر جا باشیم، اما مثل فکر کنید که این محیط است، محیط خود خانه ماست، اتاق زندگی ماست، چقدر باید نگاه شود. ما در اتاقی که ما زندگی میکنیم اما اتاق را چقدر زیبا نگاه میکنیم، ما در جای محلی که زندگی میکنیم خصوصا فامیل حویلی چقدر خوب سی پاک و صفا نگاه میکنیم. باز همی کوچه بیرونی ما که است اون محیط ماست. اگر کوچه ما چتل باشه، پلاستیک و کثافات هر جا بیندازیم، از خانه چیز میکنیم، جمع میکنیم، میبریم در کوچه میندازیم که خانه ما صفا شه و کوچه ما چتل شوه. وقتی که چتل شد کوچه چتل شد خانه ما چتل میشه. اگر امراضی که از بخاطر امو پلاستیکا و کثافات وجود میاد، اگر ما او را بفهمیم که این چقدر امراض و چقدر به صحت ضرر داره اما مضر هستن، اگر او را تشریح بکنیم شاید هیچ کس بعد از این امروز هم باید دست به کار شما کار نکنیم. ولی ما میگیم خلاصه ما میست که در قبال حفاظت از محیط زیست هر یک هر شهروان ما، اگر کودک باشه، اگر اطفال باشه، از اطفال کودک ها گرفته تا کلانه تا رسفیده همه ما مسئول هستیم. مثل که به اتاق خود مسئولیت میبینیم که اتاق خود صفا نگاه میکنیم، محیط زیست بیرون هر جایی که باشه او را مامور کم مسئولیت داریم که صفا نگاه بکنیم. تشکر، زنده و سلامت باشین. یک بحث دیگری است که این فرهنگ زیبای مراقبت از محیط زیست به دست آیندگان ما یعنی فرزندانم برسه و اونا بدانن که محیط زیستی که زندگی میکنن چقدر میتونه اهمیت داشته باشه، نه تنها خانه
بلکه همه محیط دوروبر ما میتونه برای ما ارزشمند باشه و زندگی ما هم گره خورده با اون. چگونه میتونیم این فرهنگ زیبا را به کودکان منتقل کنیم تا اونا هم با شور و علاقه کودکانه خود در راستای مراقبت از محیط زیست کوشا باشن؟ اصلا اگر ما عمومی بحث کنیم، بحث خیلی زیاد است و موضوعات خیلی زیاد است. میام مربوط افغانستان. در افغانستان ما پارسال یک طرح جور کردیم. طرح ما قسمی بود که یک محل مشخص با محیط زیست ایجاد شود. یعنی یک محل یک ساحه باشه مثل یک ساحه کاتیچار، مثل یک ساحه مشخص وزیر اکبرخان، مثل یک ساحه مشخص دیگه جایی. در اوجا اموشار خیلی زیبا باشه. اما منطقه که مشخص میشه، اگر دو کوچه میشه، سه کوچه میشه، یک منطقه مشخص باشه، او مشخصا مردم بیا از او چیز بکنه، دیدن بکنه. دو جا گل باشه، دو جا صفایی باشه، دو جا کثافت جبه جا باشه. یک فرقا ما شما دارن در پارک های قدر چیز نیستن، نه بلکه امو یک مناطق عام باشه، در یک منطقه کوچه باشه، دو جا مردم برای دو را ببینه که او را بیش نسه و از او جا بس منتقل شوه، از او جا چیز بکنه که بس در صحیح خود امو را کم چیز جور کنه. ولی ما وقتی که میخواییم به نسل آینده یک چیز بمانیم، امیست که در خطر بشانیم، امی است که جای کثافت را مشخص بکنیم، جای کثافت مشخص باشه. امی است که ما به اونها از طریق تلویزیون، از طریق برنامه‌ها، از طریق برنامه‌های تریننگ‌ها ایره به اطفال خود برسانیم که در قبل متیست ما چقدر مسئولیت داریم و ما چه کار کردیم و باید ما ایره بگویم که ما آیا کثافت به جای خود رساندیم، آیا ما میکوچه یک جای محل مشخص نگاه کردیم یا نکردیم و ما درخت نشاندیم، ما یک جای را صفا کردیم، باز او را منتقل بکنیم به اونا، بگویم که این نتیجه شد. سلامت باشین آقای اچکزای عزیز، سپاسگزاری میکنم از صحبت هایی که داشتید و بار دیگر تشکر از اینکه در این روز زیبا دعوت ما به برنامه را پذیرفتید. برای شما آرزوی موفقیت میکنیم. سلامت باشین فیزازت شما. دوستان عزیز ارجمند، لحظاتی دیگر با موضوع اصلی برنامه که مبحث زیبای قرض الحسنه از منظر دین مبین اسلام هست در خدمت شما عزیزان هستیم. قبل از اون شاید میان برنامه ای باشیم.